آذر شیوا از هنرمندان قدیمی سینمای ایران است که سالهاست خبری از او در هیچ رسانه و مجله‌ای نیست. اینکه چرا آذر شیوا این همه محبوب بود، این همه مردم دوستش داشتند، فیلم‌های نسبتاً خوبی رو بازی کرده، ولی چرا اصلاً خبری ازش نیست، در حاله‌ای از ابهام است و عده زیادی فکر می‌کردند آذر شیوا فوت کرده. شایعه بود که این هنرپیشه قدیمی از دنیا رفته، اما ایشان در فرانسه زندگی می‌کنه و بسیار بسیار گوشه‌گیر و نه اهل مصاحبه و نه اهل اجرای برنامه و چیزی است. آذر شیوا زاده 1319 در تهران و وی پس از اخذ دیپلم متوسطه در 18 سالگی به استخدام رادیو تهران درآمد و یک سال بعد دوبله فیلم ها را آغاز کرد. اون موقعی که در رشته پرستاری دانشجو بود، ولی در رادیو هم مشغول به کار شد و بعد از فارغ التحصیل شدن در سال 1340 در فیلم سینمایی آهنگ دهکده ساخته مجید محسنی برای اولین بار مقابل دوربین قرار گرفت. او در یک دهه 21 فیلم بازی کرد، یعنی 10 سال 21 فیلم بازی کرد که از میان اونها سلطان قلب‌ها و روسپی جزو آثار فراموش نشدنی اوست. آذر شیوا در سال 50 در اوج شهرت به دلیل مسئله زنان و اینکه اعتقاد داشت از زنان استفاده ابزاری میشه در فیلم‌ها و به خاطر رقص و آواز و صحنه‌های سکس از زنان اون زمان، بازیگران زن اون زمان استفاده می شد تا فیلم ها فروش بکنه و به همین دلیل دست به اعتراض زد و از هنرپیشگی خداحافظی کرد و در اعتراض به این قضیه او در سایه قرار گرفت و در چنین شرایطی مدتی هم در مقابل دانشگاه تهران به آدامس فروختن پرداخت. یعنی اینکه من آدامس بفروشم بهتر از اینکه هنرپیشه باشم که دستاویز تهیه کنندگان و کسانی باشم که از صحنه هایی که ربطی به فیلم نداره و اصلا نیازی نیست در اون فیلم باشه کار نمی کنم. آذر شیوا کارهای زیاد که از سال 40 تا 50 10 سال کار کرد و این 10 سال فیلمایی که بازی کرد: آهنگ دهکده 1340 بود، گذشت 1341، پرستوها به لانه باز می‌گردند که مجید محسنی کارگردان بود 1342، آراس خان 42، قانون زندگی 1343، من مادرم 1344، قهرمان و قهرمانان سال 44، خروس جنگی 44، داماد فراری 1345، گل آقا 1346، زیر گنبد کبود 1346، روزهای تاریک یک مادر سال 46، فیلم چرخ و فلک که فیلم معروفی بود با فردین بازی کرد سال 46، هنگامه 47، سلطان قلب ها که مشهورترین فیلمش هست سال 47 باز بازی کرد، 48 قصر زرین، قاتل ها می گریند سال 48، روسپی سال 48 که روسپی هم با بیکمان بردی بود، جز فیلم های خوب بود، یاقوت سه چشم سال 49، درخت های ایستاده میمیرن سال 50 که آخرین فیلم آذر شیوا بود که بعد از اون دیگه کار نکرد. آذر شیوا جوایز و افتخارات بسیاری داشته، برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن از دومین جشنواره سپاس سال 49 به پاس بازی در فیلم روسپی، برنده پلاک طلایی بهترین بازیگر زن از جشنواره سینمای ایران به خاطر فیلم روسپی، بازیگر زن تاریخ سینمای ایران مشترکاً با فخری خوربش و فروزان. آذر شیوا از بازیگران مستعد دهه 40 بود. او کارش رو در سینما با همون فیلمی که گفتم، آهنگ زندگی، شروع کرد و بیشتر در نقش زنان مظلوم و معصوم روستایی ظاهر شد. نقش‌های کلیشه‌ای با همه کوششی که آذر شیوا به کار می‌بست نمی‌توانست استعداد خودش رو نشون بده. او در این فیلم‌ها طبق معمول زیر سایه مردان بود و آنچنان به چشم نمی‌آمد. آذر شیوا بعد از فیلم‌های ذکر شده در فیلمی بازی که از کلیشه زن روستایی خارج شد و نقش چابکتر و مفرح‌تری بر عهده گرفت. این فیلم قهرمان قهرمانان به کارگردانی سیامک یاسمی در
سال 44 بود که با فردین بازی کرد، با توفیق تجاری خوبی روبرو شد و باعث محبوبیت آذر شیوا گردید. این فیلم در واقع پیش درآمد و نسخه تمرینی فیلم گنج قارون بود که بعد از موفقیت گنج قارون بود که تیپ دختر پولدار به کلیشه‌ای دوباره تبدیل شد در اون فیلم‌های آن روز و آذر شیوا به عنوان زوج هنری فردین در چند فیلم همان نقش رو تکرار کرد. فروزان هم در واقع همین تیپ دختر پولدار رو بازی میکرد، اما تفاوت آذر شیوا با فروزان در این بود که آذر شیوا از صحنه های پرهیز کرد و کوشید که این نقش ها رو نپذیره و ما نقش ها جای کار کردن آنچنانی نداشت، ولی آدمی با استعداد و بسیار خوش‌ذوقی بود و برای فیلم ها ارزش قائل بود، برای شخصیت زن ارزش قائل بود و کوشش آذر شیوا ثمری نداد، چون که فضا طوری بود در اون دوران که باید سینما برای فروش، برای بازدهی به این شکل بود. به هر حال آذر شیوا با بازی ملودرام و بسیار غم انگیز سلطان قلب ها که نقش یک مادری رو بازی میکرد که کور میشه و مادرش دخترش رو بزرگ میکنه، در نهایت به همسرش میرسه، نقش روسپی قاتل ها هم میگرین، تمام کوشش خودش رو به کار بست تا کار متفاوتی عرضه کنه، اما به طور کلی این فیلم ها جای اینکه بتواند بازی خوبی به تماشاچی عرضه کنه نداشت. البته بازیگر خوبی بود، در سلطان قلب ها خوب بازی کرد، نقش کور رو خیلی طبیعی و درست از آب در اومده بود. در اصل بازیگری و استعداد آذر شیوا رو جدی نگرفتند و فیلمسازان و تهیه کنندگان بیشتر دنبال این بودند که از زیبایی آذر شیوا استفاده کنند و اون هم در نهایت زیر بار این مسئله نرفت و بسیار ناراحت رفت به آدامس فروشی. وی در حال حاضر در فرانسه زندگی میکنه و در یک برنامه حدود چندین سال قبل، شاید 20 سال قبل، شاید هم کمتر یا بیشتر، یک برنامه با ابی، خواننده ابی، در یک مراسمی به عنوان جشن مهرگان بازی کرد که حضور آذر شیوا در صحنه بود که دیگر کسی از اون خبری نداره، ولی اطلاع بدم که اون در فرانسه است، در یکی از شهرهای کوچک نزدیک پاریس زندگی میکنه و حالش خوب است. البته آذر شیوا میتونست با استعدادی که داشت جدی گرفته میشد و با کارگردانهای خوبی که در آن دوران بودند کار میکرد، فیلمسازان مطرح و تقریبا فیلمسازان هنری بودند، فیلمهایی میساختند که با ایده آذر شیوا با شیوه بازی اون میتونست تطبیق باشه. البته من خبر دارم که بهرام بیضایی میخواست یه فیلمی با ایشان بعد از انقلاب بسازه و گویا آذر شیوا مخالفت کرده بود و در فیلم بهرام بیضایی هم نرفت بازی کنه. البته من این رو شنیدم ولی نمیدونم تا چه اندازه درست باشه. آذر شیوا با اینکه میتونست بمونه در سینما فعالیت کنه، با این همه اعتراضش رو پاش ایستاد و در ثابت قدم روی اون حرفی که زده بود ایستاد و کار نکرد و این ارزش داره و شخصیت هنری آذر شیوا رو نشون میده که اینقدر به حرفش پایبند هست و ثابت قدم ایستاد. البته حرفش هم درست بوده، اینکه زن نباید در فیلم و هنر به عنوان ابزار بشه نگاه بشه، به عنوان هنرمند باید تبلیغ نباشه، برای فروش فیلم نباشه، برای این باشه که اون فیلم باید این صحنه بازسازی بشه و دیده بشه و یک ماجرا و داستان کمک کنه به ماجرا و داستان فیلم، نه اینکه همینجوری الکی بخواد لخ بشه و الکی بخواد بدن زن رو نشون بده که تماشاچی بیاد تو سینما فیلمو ببینه. حرف آذر شیوا این بود و درستم هست.